تعارف چیست؟ مخفی نگه داشتن دنیای درون و حفظ ظاهر یا تمهیدی برای سهل و روان کردن مناسبات اجتماعی که سنت در آن نقشی بارز ایفا می کند؟ چرا در جوامعی چون افغانستان و ایران دست و پاگیر بودن تعارف حالا بیشتر به چشم می آید؟ سلام، بسیاری از مخاطبان این برنامه به خاطر می آورند که وقتی مهمان خیشان و نزدیکان خود بودند از ابتدا اصرار می شد شلوار در بیاورند و پیجامه آماده روی دست میزبان را بپوشند. حالا آداب دیگری رایج شده، اما مضمون تعارف اگر عوض شده، خود این نهاد دستخوش تغییر چندانی نشده است. این جانسختی تعارف به رغم تحولات بنیادی نیست که جوامعی مثل ایران و افغانستان را به میانه کارزارهای مدرن پرتاب کرده. اگر زمانی تعارف طبیعی و حتی نامرئی بود و کسی وجود آن را دست و پاگیر نمی‌دانست، حالا به خصوص برای نسل جوان پرسش در مورد چرایی آن ناگزیر شده. آداب تعارف در نهادهایی چون ازدواج از همون شکل گرفتن نطفه خواستگاری تا مدت‌ها پس از شکل‌گیری زندگی جدید مثال خوبی است از شبکه پیچیده تعارف و تعارفدانی و در این حال نارضایتی بخش اعظم جوانها از آن و حتی نافهمی ریزکاری‌های آن. تعارف چیست و چرا اینقدر جان سخت است؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بلژیک، معتقد است تعارف حاصل تلاش برای مخفی نگه داشتن شکاف بین درون و برون شخص است و به این معنا نشان از عارضه جدی است. اما زیبا میرحسینی، جامعه شناس، میگوید باید به کارکرد تعارف نگاه کرد و دید که چقدر مناسبات اجتماعی را سهل و گاه حتی شیرین میکند. خیلی خوش آمدید. آقای کاظم‌زاده، از شما شروع کنیم. چرا تعارف حاصل جدایی دنیای برون و درونه از نظر شما؟ ببینید، من فکر میکنم که تعارف و به عنوان یه رفتار اجتماعی، یه خصوصیت فرهنگی، باید گذاشتش تو متن جامعه ما. یعنی تعارف از یک منطقی در درون فرهنگ ایرانی تبعیت میکنه که فقط هم خاص پدیده تعارف نیست، که در حقیقت نشان دهنده یک شیوه بسیار خاص برای تنظیم روابط. البته تعارف به طور مشخص به تنظیم روابط در فضای عمومی میپردازه، یعنی که حوزه تعارف میشه به این شکل تعیین کرد که نه روابط بیش از حد صمیمی، یعنی ما در درون خانواده هسته‌ای با پدر مادرمون تعارف نمی‌کنیم، و نه با افراد غریبه. ما در فضای عمومی با کسانی که اسمشون رو آشنایان خودمون میگذاریم در حقیقت این رفتار رو به کار میبره. باید دید پس معناش در فضای عمومی در حقیقت چه خصوصیاتی داره. این مسئله که شما گفتید، یعنی ارتباط تعارف با مسئله شکافی که میان درون و بیرون ایجاد میکنه، به این نکته برمیگرده که در این منطق درونی فرهنگ ما یک اصل بسیار مهم وجود داره و اون هم جدایی، میشه گفت فضای خصوصی از فضای عمومی، جدایی درون از بیرون. و در ایدئولوژی فرهنگ ما مثلا فرض کنید عرفان، یعنی جدایی باطن از ظاهر در خدمت در حقیقت این منطقه. یعنی چی؟ یعنی شما برخلاف آن چیزی که احساس میکنید، برخلاف آن چیزی که در مورد یک فرد دیگر میاندیشید، باید یک سری رفتارها رو که نشانه عشق و محبت شما نسبت به دیگری و یا سخاوتمندی و یا تواضع شما در مثلا مواقعی که شما جای خودتون رو میخوام به کسی دیگری در حقیقت بدهید، نشانگر این هاست. خود اینی که یه بحثی هست تو روانشناسی، من فکر میکنم بسیار مهمه، یعنی نحوهی که فضای عمومی و خصوصی در یک اجتماع با هم ارتباط برقرار میکنند، وقتی در یک فرد درونی میشه به نحوهی تبدیل میشه که یک فرد میان درون خودش و روان خودش و دنیای بیرون برقرار میکنه.
وقتی اصل بر پنهانکاری باشه، وقتی اصل بر نگفتن احساسات باشه، حتی در سنین بزرگی شما دیگه احساسات درونیتون نه بر اساس اون چیزی که خودتون حس میکنید، بلکه بر اساس موقعیتی که توش قرار میگیرید. مشخصا به عنوان کاری که خودم میکنم، به عنوان روانشناس اینو میبینم. در غرب در حقیقت محیط روانشناسی، روان درمانگری محیط خاصی، یعنی شما میرین و در فضای عمومی در حضور کسی که غریب است از خصوصی ترین مسائل زندگیتون و گذشتتون صحبت میکنید. برای اینکه این امکان در فرهنگ غرب پدید بیاد، میبایست این امکان در ابتدا به وجود میامد که اساسا امور خصوصی زندگی راهی پیدا بکنند به فضای عمومی. از اونجایی که در فرهنگ ما این امکان وجود نداره، رفتن نزد یک روانشناس گاهی اوقات به یک نوع ظاهرسازی ها و به همون مشکلاتی که فرد در اجتماع داره برای بیان خودش، در حضور روانشناس هم در حقیقت اینو نشون میده. یعنی این رابطه بین روان فردی و نحوه آرایش و ارتباط میان دو فضای عمومی خصوصی رو توی جامعه نشون میده. معنیش این است که شما که در بلژیک کار میکنید و بهتون مراجعه میشه، به عنوان روان درمانگر هم میدونم کار میکنید، اونها که ایرانی هستن یه جور برخورد میکنن، اونها که غیر ایرانی هستن مثلا بلژیکی یه جور دیگه با مسئله روان درمانی برخورد میکنن، درسته؟ مسلمه. ببینیم بیشتر این تفاوت بین، من میتونم بگم، فرهنگ های سنتی و فرهنگ های مدرن. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو جامعه مدرن افتاد، تغییر دادن نحوه در حقیقت ارتباط بین دو فضای عمومی و خصوصی بود. یعنی تو در جوامع گذشته شما حق آوردن مسائل خصوصیتون رو روی توی فضای عمومی نداشتین. تو فرهنگ خودمون از این تحت عنوان بی آبرویی صحبت میکنیم، یعنی هر چیزی که خرف عادته، هر چیزی که شما رو متفاوت و متمایز میکنه، این باید در حریم خصوصی شما بمونه. در حالی که گروه های اجتماعی افراد این اجازه رو میدادن که سرک بکشن و نظارت داشته باشن به زندگی خصوصی افراد، در غرب این رابطه کاملا برعکس شد. یعنی از یک سو فضای خصوصی توسط قوانین و کلا تربیت و تعلیم یک امری شد که به لحاظ حقوقی ازش دفاع میشد، از سوی دیگه این امر که شما مسائل خصوصیتون رو به فضای عمومی بیارین، توی فضایی که امنیت وجود داره طرحش بکنین، مثلا تو تلویزیون های غرب شما زیاد میبینین افراد میان میشینن در رابطه با رابطه جنسیشون، در رابطه با مشکلات با همسرشون، و این یه پدیده ای که برای ماها که مثلا از ایران اومده بودیم در ابتدا میتونست خیلی شوک‌آور باشه که چطور شما میتونین از خصوصی ترین مسائلتون تو فضای عمومی سخن. خانم میرحسینی، شما معتقدید تعارف رو باید در بستر اجتماعی دید و در این بستر اجتماعی کارکرد تعارف رو باید سنجید. به ما بگید منظورتون چیه؟ منظورم اینه که تعارف همونجوری که شما گفتید جزئی از یک کله، جزئی از یک فرهنگ، جزئی از یک واقعیت اجتماعی در ایرانه. حالا چرا پدید اومده، دلایلش رو میتونیم بعداً بهش نگاه بکنیم، ولی وقتی در این متن ما این تعارف رو نگاه میکنیم، میبینیم که همونطوری که شما گفتید با خیلی از سیستم‌های ارزشی رابطه داره، ولی کارکرد مهمی داره و این کارکرد به این صورت اینکه یک فایده‌ای داره، به یک نیازی پاسخ میده. و اون نیاز چیه که بهش پاسخ میده؟ ثبات و امنیت رو در روابط اجتماعی حفظ میکنه. ببینید شما با تعارف خیلی مسائل رو نمیتونید و نمیخوایدم رخ بگید، برای اینکه رخ گفتنش هزینه‌ای داره و اولا منزلت خودتون از دست میدید در اجتماع، وجهه خودتون از دست میدید و یک حالت در حقیقت چانه‌زنیه در روابط. و به نظر من در زبان فارسی هم تقریبا به اوجش رسیده. ما اگه از نظر انسان شناسی، مردم شناسی نگاه کنیم، میبینیم تمام جوامع چیزی که ما اسمش رو میذاریم تعارف دارن.
جز قوانین گویای یک جامعه است. راجع به انگلیسی بهش میگن پولایتنس، جز قراردادهای نانوشته است. نانوشته است ولی حدش مهمه دیگه. شما ولی برای ایران، برای در ایران و افغانستان به زبان فارسی هم برمیگرده که ما براش اسم داریم، تعارف کردن، که هم به عنوان یک عمل، هم به عنوان یک فعل، و هم چیزیه که جزء تربیت میشه و به تدریج در افراد، در بچه ها نهادینه میشه و درونی میشه. ولی یک نکته ای هم که ارتباط داره، تعارف خیلی با بعضی از خصوصیت ها و ارزش هایی که برای ایرانی ها به فرهنگ شرقی مهمه هست، مثل مهمان نوازیه. یک قسمت از این تعارف مهمان نوازی و سخاوته. و چرا فکر میکنید امنیت میده؟ یعنی من میفهمم که مهمان نوازی میتونه فضا رو تلطیف کنه، ولی وقتی میگی تعارف امنیت میده در مناسبات اجتماعی، منظورتون چیه؟ کسی که روی این مسئله کار کرده از نظر زبان شناسی و مردم شناسی، مردم شناسی به اسم ویلیام بیمن، بله، که در دهه 1970 کار میدانی در ایران کرده، با دانشگاه پهلوی هم کار میکرده و تحقیقات خیلی گسترده‌ای کرده. اون دو تا وقتی که راجع به جامعه ایرانی صحبت میکنه، میگه که ما دو تا ویژگی رو میبینیم. یکی همونی که شما گفتید، درونی و بیرونی، که ما میتونیم بگیم اندرونی و بیرونی. من باطن و ظاهر رو نمیگم، چون این دوتا خیلی به نظر من از اندرونی و بیرونی متفاوتن. و دیگریش اینه که نابرابری و سلسله مراتب، یعنی این نابرابری، رتبه بندی اجتماعی رو وجود داره. و تعارف کاری که میکنه این رتبه بندی اجتماعی رو نگه میداره، ولی افراد رو در یک شرایطی میذاره که تقریبا شرایط مساوی یکسان هستن. شما ببینید وقتی که تعارف میکنید، منزلت طرف مقابل رو بالا میبرید. خودتون رو بیمن میگه دست پایین گرفتنه، خودتون رو پایین میبرید، میگه من چاکرم، من قربان شما، سرور ما هستید و همه این چیزها. و اونی که منزلتش بالا رفته، در این حال قرب و ارج شما رو نگه میداره، اون هم در این قرارداد نانوشته، یعنی اونم جواب تعارف شما رو میده، چون تعارف یک بازی که هر دو طرف باید بکنن. اگر شما قواعدش رو بلد نباشید دیگه اصلا نمیشه. چون همینطوری که ایرانیایی که در خارج از کشورن یا کسانی که خارجی هستن به ایران میرن و آشنا نیستن، مدتی طول میکشه که با این قاعده ایرانی آشنا بشه. بسیار عالی. برای مخاطبان برنامه حتما جالب بدونن که کتاب ویلیام بیمن که شما بهش اشاره کردید و عنوان انگلیسیش هست Language, Status and Power، به فارسی همین یکی دو سال اخیر ترجمه شده تحت عنوان زبان، منزلت و قدرت، که گمان میکنم نشر نی این رو منتشر کرده. توی فیسبوک برنامه هم این رو معرفی میکنیم، برای اینکه کتاب بسیار خوبیه. نظر شما در این مورد که سهل میکنه، روان میکنه مناسبات اجتماعی رو چیه؟ ببینید، همینطور که ایشون هم اشاره کردن، باید گذاشتش توی متنی. من یه نگاه فراتاریخی نسبت به این پدیده ندارم. مسلماً تعارف در کنار بسیاری از خصوصیات فرهنگی دیگه ما در گذشته کارکردهایی داشته و به نوعی میشه گفتش که ارتباط انسان ایرانی رو با محیطی که توش زندگی میکرده برقرار میکرده. مسئله اساسی ما، مسئله در حقیقت جامعه فعلی ایرانه، یعنی جامعه شدیداً بحران زده که دیگه کار تنظیم روابط رو به عهده قراردادهای اجتماعی و گروه‌های اجتماعی نمیتونه بذاره. تعارف مجموعه ای از یک سری عادت‌ها و کدهای اجتماعیه، خب، که جای زیادی برای ابتکار فردی باقی نمیگذاره و افراد رو در فضای عمومی شبیه به هم میکنه، چون همه به طور یکسان از اون پیروی میکنند. اگر پیروی بکنید، فردی صاحب ادب و تربیت شده قلمداد میشید. اگر پیروی نکنید، به نوعی ناهنجاری و ممکنه مطرود شید. آره، یا مطرود شید. خب، یعنی یک زور و فشاری هم پشتش هست، برخلاف صحبتی که شما میکردین که یک رابطه برابر امکان داره بین افراد برقرار کنه، اما یک زوری هست که ابتکار عمل فرد رو در تنظیم روابطش چیکار میکنه؟ کاهش میده. حالا من فقط اینم اضافه کنم، حالا
مسئله اصلی من اینه، در جامعه‌ای که دوچار بحرانه، که نظام خویشاوندی دیگه نمیتونه مناسباتو سازمان بده، نظام سیاسی دیگه نمیتونه مناسباتو سازمان بده، جامعه‌ای که از ابتدای قرن 20ش تا انتهای قرن 20ش جمعیت شهرنشینش 7-8 برابر شده و افراد طوری با هم قاطی شدن که خودشون موظفن روابطشون، یعنی یاد بگیرن به طور فردی چگونه رابطه‌شون رو با غریبه‌ها تنظیم بکنن، پدیده مثل تعارف تبدیل در حقیقت به یک سد شده برای من از نظر. چنین خانم امیر حسینی، تعارف به عنوان یک نهاد فوق‌العاده صلب جا برای ابتکار فردی نمیگذاره، بخصوص وقتی راجع به فرد صحبت میکنیم، راجع به فرد در جامعه ای صحبت میکنیم که در حال گذار دیگه، بسیاری از این نهادها در جامعه مثل ایران و افغانستان دارن تغییر میکنن، ولی تعارف مثل اینکه سفت و سخت جای خودش باقی مونده، شکلش عوض شده و کارکردش هم به نوعی عوض شده. ببینید، من معتقد نیستم که هیچ عنصری از یک فرهنگ، از یک جامعه غیر قابل تغییره، و اگر این عنصر وجود داره دلیلی هست پاسخ به یک نیازه، و این به نظر من ما اینو باید در نظر بگیریم. و خود تعارفم، مکانیزم تعارف طوریه که این امکان به شما میده که اصلا نوع مناسبات رو عوض کنید. ببینید، در درون تعارف هم هر کسی میتونه باش بازی بکنه، و خیلی هم این کار رو باش بازی میکنند. یعنی شما باید به این قواعد فرهنگی آشنا باشید، و چون جامعه در حال گذاره، خیلی از ارزش هایی که قبلا بوده الان زیر سوال رفته. ببینید، همونطوری که برنامه رو شما شروع کردید، تعارف یه چیزی نامرئی بوده، یعنی اصلا راجبش صحبت نمی کردیم، ولی الان مرئی شده. اگر یه عده‌ای تعارف و دست و پاگیر می‌بینن، برای اینکه نمی‌خوان طبق اون قواعد بازی کنن یا اون قواعد براشون کارگرد نداره، ولی در این حال هم چون این مسئله بیرون اومده و به صورت یه پدیده ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه یه راه حلی براش هست، یه تغییراتی داره ایجاد میشه. یکی از جوانب اصلی تعارف حفظ ظاهره، یا یکی از هدفهای اصلیشه این بخش، نه اون بخشی که مثلا مربوط به مناسبات خیلی گذرای بیرون از خونه در اجتماع هست، مثلا شما پول به تاکسی میخوای بدی میگه قابل نداره، اونا به کنار، اما حفظ ظاهر فوق‌العاده مهمه در تعارف. آیا اگر مردم در جامعه چون ایران الان بگن اصلا نمیخوایم حفظ ظاهر کنیم، جوانهایی بگن نمیخوایم حفظ ظاهر کنیم، ولی تعارف مان رو به داخل این ورطه میکشه، جواب چه خواهد بود؟ باید موردی نگاه کرد، کدوم مورد از تعارف، در چه شرایطی، در چه ساختاری تعارف اینا جوانان رو به اون طرف میکشه. ما ببینید، الان چیزی که هست به نظر من یک نوع فرهنگ جهانی هست، به خصوص با این ارتباطاتی که از طریق سوشال میدیا، اینترنت هست و همه این مسائل. و اگر هم ما الان به وبلاگ نویسی نگاه بکنیم، خب این دنیای درون رو دارن میارن بیرون، خیلی هم راحت راجع به این مسائل حرف زده میشه، و یک نوع اینکه گاهی هم خصوصی ترین جنبه های عاطفی زندگی اینا داره میاد بیرون، منتها به صورت ناشناس هم میاد بیرون، و این هست داره اتفاق میفته. آقای کاظم‌زاده، اگر تعارف کماکان جای خودش هست، این به معنی نیست که امکان آشکار کردن درون انسان نیست. به گفته خانم میرحسینی، پدیده های جدید، تکنولوژی های جدید این امکان رو میده، شما لازم نیست حتما با کنار گذاشتن تعارف به این برسی. ببینین، من حالا باز برمیگردم به همون ابتدای صحبتم، خب باید دید پشت این تعارف در حقیقت میشه گفت چه منطقی خوابیده. و میگم از نظر من فقط هم منحصر به تعارف نیست، یعنی تعارف در کنار آبروداری، در کنار تقیه در شیعه، در کنار ضرب المثل هایی مثل خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، خاص یک جامعه‌ای بوده که درش بدگمانی،
و ترس سالها حاکم بوده و انسان ایرانی رو تبدیل کرده به موجودی میشه گفتش که در هراس از نشان دادن خصوصیات درونیش به دیگران. اینو ما تو تقیه و موارد دیگه هم میبینیم که این حتی تا جایی پیش رفته که تو عرفان ما تبدیل شده به یک گسست هستی شناسانه، یعنی تفاوتی که بین ظاهر و باطن میذاره و اساساً زبان رو پوشاننده حقیقت و یا منشأ سوء تفاهم تلقی میکنه، نشون میده که این دو شق تا چه حد تو فرهنگ ما جانگیره. حالا ما برای اینی که بخوایم اون احساس امنیت رو، اگر کسی بگه که در واقع تعارف برای اینی که با این شکافی که هست یه جوری این عاملین اجتماعی کنار بیان، یعنی نمیتونن که انکار کنن که اختلاف بین ظاهر و باطن، که البته خانم میرحسینی میگن یه مطلب متفاوتیه، اختلاف بین درون و بیرون وجود داره و وجود داشتن این در کنار کاربری ماهرانه از زبان چیزی که میشه منشأ تعارف نظریشون. شما با این شکاف درون و برون کاری نمیتونی بکنی و راهش اینه که بسازی با این و طوری از زبان استفاده کنی که علارغم وجود این شکاف بین درون و بیرون کارت پیش بره، روابط خشن نشه، زبان خشن نشه و در نهایت به اون چیزی که میخوای برسی و منزلتت هم پایین نیاد. ببینید اون چیزی که تو فرهنگ ایرانی ما اسمش رو میذاریم زرنگی. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما در ضمن اینی که مقاصد خودتون و حالت درونی خودتون رو مخفی نگه می‌دارین، به چیزی که می‌خوای برسی. به اون چیزی که می‌خوایم برسیم. این دقیقاً میون کلامتون تعریفیه که ویلیام بیمن در کتابی که خانم میرحسینی به اشاره کرد برای تعارف میده. میگه زرنگی در زبان. خب حالا اینجا اگه ما وارد همین بحثی که گفتیم الان خیلی مهم است، بحث زبان بشیم. خب ببینیم به زبان به دو عنوان میشه نگاه کرد: وسیله‌ای برای تنظیم رابطه که توی تعارف، توی آبروداری ما میبینیم، وسیله‌ای برای انتقال یک پیام. خب البته زبان معمولاً ترکیبی از هر دو تاست. تو فرهنگ ایرانی زبان رو من همیشه مقایسه میکنم با وسایل نقلیه عمومی. خب در حالی که زبان در فرهنگ غربی تبدیل شده به یه ماشین شخصی. به چه معنا؟ به این معنا که شما وقتی از زبان فارسی استفاده میکنید، یک بخش عمده ای از وقتتون از خلال زبان صرف تنظیم رابطتون با دیگران میشه، برقراری صلح، نشون دادن سخاوت، نشون دادن محبت که میتونه خصوصیات درونی شما یا نباشه یا در ارتباط با آدمی که در این بکار میبرید نه احساس محبت داشته باشید نه اساسا بخواید بهش سخاوت کنید. خب بحرانی که خانم میرحسینی هم بهش اشاره کردن که خیلی مهمه، من اتفاقا با حرف شما کاملا موافقم که تعارف یک کارکردی داره. کارکرد رو شما یاد گاهی اوقات توی سیستم با ثبات باید بررسیش بکنید، یه جایی که همه چی با هم هماهنگه، یک بار باید توی سیستمی که دچار بحرانه که شرایط جامعه ماست، یعنی همزمان معیارهایی وجود دارند که با هم همخوانی ندارن. چند نکته رو آقای کاظم‌زاده اشاره کردن، شاید آخرینش که مهم بود و بعداً بهش می‌پردازیم اینه که جامعه در حال گذار ممکنه دیگه نیازی به تعارف نداشته باشه. به این می‌رسیم. اما یه نکته در ابتدای صحبت‌هاشون بود که من در یه مقاله از یه دانشجو در ایران هم این رو خوندم که نکته مهمیه. اون دانشجو در اون مقالهش نشته بود که صحبت کردن از ارتباط خصوصی حتی بین زوجها بسیار دشواره، یعنی مرد بیشتر و زن نمیتونن راجع به رابطه خودشون، زن و شوهر منظورمه، راحت صحبت کنن، برای اینکه تربیت نیافتن که راجع به تمنیات و احساسات خودشون صحبت کنن. و این بخشیش از نظر نگارنده اون مقاله به مسئله تعارف برمیگرده. شما چون مدام تربیت میشی که حفظ ظاهر کنی و از درون خودت حرف نزنی، بعد که وارد زندگی زناشویی هم میشی نمیدونی چطور راجع به این رابطه باید صحبت کنی با زوج خودت.
ببینید شما نکات زیادی رو مطرح کردید. من قبل از اینکه به نکته شما برسم که اینکه ناتوانی در این که در مورد رابطه چطور صحبت بکنیم، من میخوام به دو نکته اشاره، سه نکته اشاره بکنم و بعد به اینجا میرسم، چون من این رو مربوط به تعارف نمیدونم، مربوط به این ساختار اجتماعی مرد سالار میدونم و چیزی رو که مردها یاد میگیرن که اینکه احساسشون رو نشون ندن و این احساس شروع میکنه به سرکوب شدن. کاری که مثلا کار تحقیقی که یکی از روانشناسان فمینیست کرده، اون در حقیقت میگه ما هممون در یک ساختار مرد سالار به دنیا در رشد میکنیم. ارتباط بین زن شوهر رو دشوار میکنه فکر میکنیم. اون برمیگرده به اون. و ما خود در فرهنگ خودمون اگر میبینیم، میبینیم که باز هم برمیگرده به جداسازی فضاها. پسر و دختر با هم قاطی هستن. به خصوص در قدیم پسرها همیشه با مادرهاشون بودن، با زنها بودن، حمام زنانه میرفتن. یک دفعه از یک سنی اینا طرد میشن، میرن در گروه مردها و اونجا واقعا روابط مردها با هم خیلی متفاوته. دخترها همینطور، دخترها از سن بلوغ میرسن محدودیت‌ها براشون ایجاد میشه. این محدودیت‌هایی که ایجاد میشه باعث میشه امکان تفاهم و ارتباط رو سخت ندارن و همین که پسرها هم نمیتونن احساسشون رو بیان کنن یا بیان کردن احساس، میگن خب لوس شدی، دخترونه شدی، این کارها برمیگرده به اون ساختار. یکی نکته اینه. ولی نکته دیگه که من خواستم ببینم، من تقیه رو اصلا با تعارف یکی نمیدونم. تقیه به هر صورت یک رفتار مذهبی، یک ایده مذهبی بوده که ایجاد شده در یه شرایطی که کارکرد خیلی مهمی داشته، برای اینکه شیعه تحت فشار بودن، نمیتونستن اعتقادشون رو نشون میدن و در این حال این اعتقاد رو میخواستن حفظ کنن و بقا داشته باشن. بنابراین یک مسئله بقا خیلی مهمه. شما اگه خیلی رک حرفاتون رو بزنید، اصلا خودتون رو در خطر میندازید. اعتقادتون رو بگید، خودتون رو در نظر خطر میندازید. و باز برمیگردم به حرف بیمن، وقتی که یک جامعه هایرارکی داره، یعنی سلسله مراتب داره و جای افراد مشخصه، شما اگر از جای خارج از جای خودتون حرفی رو بزنید براتون خطر داره. و تعارف این امکانو فراهم میکنه که حرفتون رو در لفافه در یک جوری بتونید مطرح کنید. بذارید من یه نکته دیگه بگم. و وقتی هم به ظاهر و باطن که میریم در عرفان، من برداشتم این نیست، من عرفان یه جور دیگه میبینم. البته عرفان خیلی پیچیده است، منم عارف نیستم، ولی اون باطن در حقیقت نگاه به یه حقیقت دیگه‌ایه که برخلاف این زندگی ظاهری که ما داریم، برای پنهان کردن نیست، بلکه برای باز کردنه. یعنی حسی که ما داریم، تجربه‌ای که ما داریم، به عنوان یه پرده با باطنمون و رسیدن به یک مفهوم الهی، به یک مفهوم عرفانی، اون مسئله جداییه. و من فکر میکنم اگر ما همه اینا رو در یک ظرف بذاریم، تقیه رو شما بیارید، عرفان رو بیارید و بعد تعارف رو بیارید و به همه اینا نگاه بکنیم، ممکنه به نتایج گمراه کننده برسیم. از جمله اینکه در همون کتاب ویلیام بیمن که خیلی داریم اشاره بهش میکنیم، یه بخشی هست راجب تعارف در میان یهودی های ایران، چون در شیراز جمعیت کثیری بودن، نویسنده رفته و مطالعه کرد و دیده که تعارف در میان اونها کمتر از تعارف در میان شیعیان شیراز و اطراف شیراز نیست. بنابراین اگر ربط به تقیه داشت، شاید نباید در میان یهودیان تا این حد می بود و آداب یهودیان در کنیسه هاشون در شیراز. به نویسنده میگه که فوق‌العاده پیچیده است سیستم تعارف در اونجا هم، و البته ربطی هم به تغییر نداره. شاید به این ترتیب اینها رو به هم وصل کردن یه مقدار دشوار باشه. نه، من به عنوان اینی که اینا قرار همدیگر رو توضیح بدن یا یک کدومشون زیر مجموعه آن دیگریه، این طرح نکردم. به معنای یک منطق درونی و یک همبستگی میان اجزای یک فرهنگ که همه بخش‌های گوناگونش نمودهای یک فرهنگ، آره، که حکم میده در حقیقت برای این جدایی. برای من عرفان از این زاویه، چون شما همجوری که گفتین عرفان رو میشه از خیلی زوایای مختلف در موردش صحبت کرد،
یکیش علوم انسانیه. علوم انسانی به دنبال کارکرد میگرده، یعنی به جای اینکه وارد بحث‌های نظری و انواع اون بشه، اینه که این طریق فکر کردن به چه نیازهایی پاسخ میده و چه نیازهای جدید رو امکان داره توی جامعه ایجاد بکنه. ولی برای اینکه مثالی بیاریم از اینکه مثلا تعارف با اون مفهوم ظاهر و باطن متفاوته، شاید باید به اون چه که خیلی از جامعه شناسا و انسان شناسا در مورد تعارف گفتن نگاهی بندازیم. تعریف عمومی که میکنن همون زرنگی زبان، زرنگی در زبان، برای این اساسه که شما در تعارف بلافاصله می دو چیزو میسنجی. یک، در این موقعیت حال حاضر که گاه غیر مترقبه رخ داده چه چیز مناسبه که بگم، در خوره که بگم. دو، چه چیز باید بگم که به اون هدفی که میخوام برسم. به اولی میگن appropriateness، به دوم میگن effectiveness. مناسبت چیه و مؤثر بودن حرف من. اگر چنینه، این ضرورتاً به چیزهایی مثل تقیه یا ظاهر باطن بر نمیگرده، بلکه به تجربه زیسته مردم برمیگرده که من چیکار باید بکنم که در عین اینکه پر رو نباشم به اون چیزی که میخوام برسم. این در جامعه مدرن هم قاعدتاً باید کار داشته باشه، هرچند اشکالش متفاوت بشه. نه، خب ببین، این برمیگرده به همون دو کار کردی که من در رابطه با زبان گفتم. یعنی شما یک بار یا از حالا رفتار، فقط چون تعارف فقط به مسئله زبان برنمیگرده، یک بار ازش به عنوان یه ابزار برای انتقال یک پیام استفاده میکنید، من خودتون توضیح بدین، یک بار به عنوان یک ابزار برای تنظیم رابطه. ببینین حوزه اینها این برای امر مسلمیه، با هم فرق میکنه. یعنی شما مثلا آبروداری هم که به نوعی شبیه تعارف کردنه، آبروداری خیلی مشخص توی ارتباط فضای عمومی و خصوصیه که عمل میکنه. یعنی شما مسائل مربوط به درون خودتون و خانوادتون رو، اینو نباید، مسائلی که متعارف نیست، اینو نباید به فضای عمومی ببرید. خب تعارف بیشتر در حقیقت میشه گفت به امیال درونی شما، احساس محبت، خشم و شیوهی که با دیگران در فضای عمومی برخورد میکنید مربوطه. تقیه بیشتر به اعتقادات دینی شما و محیط ناامنی که، خب چیز مشترک اینه که اینها همه این محیط ها ناامن تصور شدن، یعنی برای دستیابی به یک هدف هستن. آره، این تمرین نشان... تصور شدن یا بودن. ببینید اگر خب بودن، نه من کاملا با حرف شما موافقم. یعنی انسان ایرانی، خب اگه به همون مسئله کار کرده، ببخشید من با اصلا مفهوم انسان ایرانی مشکل دارم. برای اینکه شما نمیتونید بگید انسان غربی یا انسان اروپایی، انسانهای ایرانی ما داریم. ببینید وقتی راجع به انسان ایرانی صحبت میکنیم، از کدوم انسان صحبت میکنیم؟ از انسان زن، از انسان مرد، از طبقه متوسط، از ترک زبان؟ تفاوت‌های خیلی زیادی هست، خیلی پیچیده است. همینی که مثلا در مورد مسائل جنسی ما در زبان فارسی کلمات مشترک، یعنی اصلا یه امر بیرونی برای اینکه مرد و زن بتونن در مورد رابطهشون صحبت بکنن وجود نداره. خود من مثلا تو تراپی با زوجهای ایرانی اینو میبینم، این واقعا یه مسئله است. مراجعه میکنن به واژه‌های علم پزشکی برای اینکه بتونن از به قول معروف، خب این امکاناتی که یک فرهنگ در اختیار در حقیقت افرادم قرار میده، امکانات محدود و متناسب با یه سری قواعد. اون چیزی که به نظر من حتی از فرهنگ مرسالاری که شما بهش اشاره کردی در رابطه با بحث ما خیلی کلی تر و اساسی داره، اینه که فرهنگ ایرانی یک فرهنگ گروه باور، یعنی یک فرهنگیه که در درجه اول از فرد میخواد که بر اساس نقش اجتماعیش در خانواده و در فضای عمومی ظاهر بشه. جای زیاد، یعنی کوچکترین واحد در جامعه ما، در درون فرهنگ ما، خانواده است نه فرد. تفاوتی که تو فرهنگ غربی که اینم تعارف رو تشدید میکنه به دلیل اینکه مشخصه. ببینید شما در حقیقت چیزی که مهمه خصوصیات درونی شما نیست، چیزی که مهمه نشون دادن سخاوت، نشون حفظ و برقراری صلح در روابط اجتماعی. اما از جایی که فرد بخواد توی جامعه رشد بکنه، تمام بحث من در رابطه با جامعه امروزه. از وقتی که گروه‌های اجتماعی شدیداً دچار بحران باشن،
خانواده ایرانی نتونه مثل گذشته فرزندان خودش رو ازش حمایت بکنه و ارتباط با فرهنگ‌های دیگه این همه گسترده باشه، این پدیده ها درست به حیات خودشون ادامه میدن ولی درست برعکس گذشته تبدیل شدن به ترمز و دست و پا گیر شدن. برای بعضی ها تبدیل شدن ولی شما هم به عنوان یک انسان شناس، چون جامعه شناس هستید ولی سهم زیادی از کارتون تو حوزه انسان شناسیه و انسان شناس ها هم تا اونجایی که من میدونم به این تقسیم بندی باور دارن که یه جوامعی گروه باور هستن، یعنی اجتماع و گروه سیطره داره بر افراد و ارزش‌های اجتماعی مهمه. یه جامعه‌ای فرد باور هستند و اینا گروه دوم بیشتر جامعه مدرن هستند و در جامعه گروه باوره که تعارف فوق‌العاده زیاده و لایه لایه است دیگه، درسته؟ تا یه حدی بله، منتها نمیتونیم بگیم که تمام هر جامعه‌ای رو که نگاه بکنید یک عنصرهای گروه باور داره، یه قسمتش گروه باوره، یه قسمتش هم فرد باوره. من مشکلم با این کلی بافیه، نه کلی بافی، کلی نگریه که یک جامعه گروه باوره، یک جامعه فرد باوره. من معتقدم در هر جامعه عناصر گروه بله در هر جامعه هست. ما البته مجبوریم اگر بخوایم در علوم انسانی هم صحبت بکنیم یک نوع کلی قواعد کلی بدیم، ولی اون تفاوت‌هایی که هست اونا خیلی مهمه. من میخوام برگردم به واقعیت‌های امروز جامعه ایرانی. شما الان جامعه ایرانی رو نگاه بکنید میبینید یک جامعه عجیب در حال گذره. خیلی از چیزهایی که یک زمانی ارزش‌های خیلی بزرگی بودن الان زیر سوال رفتن و خیلی چیزهایی هم که الان تابو بوده الان داره باز میشه، این بحث‌ها داره باز میشه. به خصوص من اینی که میدونم مسئله روانشناسی خب خیلی مطرحه. خیلی از خانواده‌های ایرانی مشاوره میرن، بچه‌هاشون رو میبرن، در صورتی که نسلی که من بودم مثلا پیش روانشناس رفتن یک اصلا خیلی شرم داشت اگه میرفتید، چون مثلا مطرح نمی‌کردید. در این حد متلاطمه به این شکلی که توصیفش میکنید که آقای کاظم‌زاده هم میپذیرن و میگن یه جامعه در حال گذاره، آیا تعارف عامل ثبات و یه مقداری مأمن اونجوری که گفتید، یا اینکه در این جامعه در حال گذار خودش تبدیل مسئله‌ای میشه که تلاطم بیشتر ایجاد میکنه؟ برای اینکه ما میبینیم خیلی از جوان‌ها میگن ما با این یا اون چیز موافق نیستیم ولی باید تن بدیم، ما باید به این آداب تن بدیم، باید این کارو بکنیم، باید نمیدونم هر هفته بریم این دیدار اون دیدار و اینها در واقع به تلاطم‌ها و به استرس‌ها اضافه می‌کنه. در صورتی که به نظر میاد شما بیشتر به اون سمت قضیه نگاه می‌کنید، میگید که در جامعه‌ای که اینقدر متلاطمه یه رسم‌های یک سنت‌های ممکنه در واقع مایه استمرار و ثبات بشن و تعارف رو در این قرار می‌دید بیشتر. ببینید در جامعه‌ای که اینقدر در حال تلاطم و تغییره، تعارف برای یه گروهی کارکرد داره، برای یک گروهی همونی که من فکر میکنم روابط اجتماعی رو سهل میکنه و یا حتی ممکن میکنه و آبروداری رو ممکن میکنه. ببینید منزلت خیلی مهمه و چیزی که توی تعارفم هست احترامه، ارزشی که توش احترامه. برای بعضیا مثل جوونا نسل جدید الان دست و پاگیره، همینی که دست و پاگیره یعنی اینها دارن این قواعد رو میشکنن، زیر سوال میبرن. و چه بسا انواع جدیدی تعارف بله، درست کنن. یه نوع دیگه هم تعارف درست کنن یا تعارف اصلا مفهومش و کارکردش رو عوض بکنن. نکته مهمی، آیا در جامعه در حال گذار ما نمیبینیم که این نهادها دگرگون میشن، ضرورتاً کنار گذاشته نمیشن به صرف اینکه مثلا این تعلق داره به جامعه گروه باور و ما داریم به سمت فرد باوری میریم، بلکه اشکال جدیدی ازشون تولید میشه؟ قبلا میگفتن مثلا پیجامه بپوش، الان میری میگن کفشتو در نیار، با کفشم میتونی بیای تو، ولی همون تعارف مضمونش تغییر میکنه. ببینید من یه تفاوتی من فکر میکنم نقطه دید من با خانم میرحسینی وجود داره. اینه که خانم میرحسینی فکر میکنه پدیده های من استنباطم اینه، فرهنگی رو میشه کاملا مجزا با هم دیگه، میشه یه بخشیشو حفظ کرد، یه بخشیش میتونه مفید باشه، اون بخش های دیگر رو میشه گذاشت کنار. من فکر نمیکنم، یعنی من فکر میکنم نکته مهم تو دوره بحران وجود موقعیت‌های پیش‌بینی ناشده است. تعارف مال فرهنگیه
که ما در یک جامعه نسبتاً با ثباتی که تو در درون یک ده، در درون یک محیط بسته که اکثر روابط پیش بینی شده است، میتونه در حقیقت کدها مشخصه و همه چیز آنکارد شده است. جوان شهری و احساساً من صحبتام مربوط به طبقه متوسط هم چون که شما گفتی تعمیمش نمیدم به همه جامعه ما، برای انسان شهری که از محیط در حقیقت گذشته و سنتی به کل جداست، این باید کنترل خشم رو تو رابطه با دیگران تمرین بکنه. کنترل خشم برای اینکه به خشونت تبدیل نشه، تمرینش نیازمند اینه که من خشم خودم رو بتونم به همسرم، به همسایه‌ام، به مسئولی که باهاش کار میکنم بذارم. ولی یه جور دیگه هم میشه اتفاقا با همین استدلال شما کار کرد، برای تعارف پیدا کرد. به این معنا که در جامعه‌ای که درش موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی داره بیشتر و بیشتر میشه، شما نیاز به مهارت در کاربرد زبان داری و این همون چیزی که در ابتدای برنامه هم گفته شد، توصیف تعارف زرنگی در زبان. آیا جامعه پیچیده امروزی اتفاقا نیاز به تعارف به این معناش که شما مهارت داشته باشید در کاربرد زبان نداره؟ نه، به نظر من شما نیاز به مهارت در زبان دارید برای مذاکره کردن در مورد امیال خودتون، در مورد نحوه نگاهتون به دنیا و شرایطی که میخواین توش زندگی بکنید. ببینید، یک پیش‌فرض نهفته‌ای در حرفای شما هست. بحثمون رو ما الان میذاریم طبقه شهری متوسط ایران، چون اون نمیشه واقعا این بحث رو تعمیم داد به همه جا. و اگر در اون طبقه شهری متوسط ما نگاه بکنیم، ما میبینیم که یک روندی به سمت مدرن شدن هست و شما پیش‌فرضی که هست که این مدرن شدن باید یا مثل الگوی غربی باشه، یعنی غرب اونطوری که مدرن شد، فردیت اومد و روابط خانوادگی به اون صورت از بین نه اینکه از بین رفت، که البته در غرب ما خیلی متحول شد. ما در غرب هم خیلی ما مثلا شما روابط خانوادگی رو یا روابط انسانی رو اجتماعی رو در ایتالیا ببینید، اصلا قابل مقایسه نیست با سوئد. خیلی تفاوت هست. یعنی میشه مدرن شد ولی یک چیزهایی رو نگه داشت. فکر میکنین تعارف اون بخشی که باید نگه داشت؟ ببینید من نمیدونم ولی من فکر حرفی که میزنم اینه که ما تعارف رو به عنوان یک امری که هست و کار کرد داره باید نگاه کنیم، نه به عنوان یک مانع. من تعارف رو مانع نمیبینم، در حقیقت تعارف رو یه وسیله میبینم که حتی ابراز احساسات رو به همون سبک تعارف شما بیان میکنید. ببینید، تعارف توش طنز هست، توش حرکات بدنی هست، بفرمایید، بشینید و همه این چیزا. و تعارف میتونه یک وسیله بشه، حتی این نوع کارکرد زبانی که داریم، برای ابراز خشم. میتونید یه موردی رو در رابطه با اینکه تعارف چجوری میتونه مثلا خشم رو نشون بده بزنید؟ تعارف میتونه، شما تعارف میکنید، تعارف کسی که هست، تعارفتون اونجوری جواب نمیده، در نتیجه معلومه که از شما یه دلخوری داره. دقیقاً. و بعد شما این احساس میکنید. مشکلم همینه. یعنی شما ببینین، همیشه خب جای برداشت و همیشه جای تفسیر، یعنی یک خشم پنهانی. و اینه که اتفاقا تو جامعه ما خصوصیاتی مثل تعارف باعث میشه که چون شما نمیدونید که در پشت اون سخن چی هست، تو روابط ما وقتی از خانه خودمون جدا میایم بیرون، همیشه یک نوع احساس شک، یک نوع احساس زن نسبت به دیگران و به خواسته هاشون وجود داره. اینی که من حتی خشم یک نفر رو به یک شکل استتار شده که بعدها باید مدت‌ها سرش فکر بکنم که میتونه بعد انکار بکنه، که من اگر بهش بگم که آیا تو از دست من ناراحتی، میتونه انکار بکنه و بگه نه، من مثلا اون روز، یعنی مسئولیت قبول نکردن در مقابل احساسی که شما دارین، این کارکرد و تعارف داره. یعنی شما پنهان میشین پشت تعارف و یک پیامی رو منتقل میکنید، اما بعدش میتونید راحت بگین اون احساس من نبود. تا
تعارف برای ببینید زبان درست وسیله برای ارتباط است، برای پیام هست، ولی در زبان هم در حقیقت یک آینه ای از روابط اجتماعی. وقتی ما تعارف رو داریم یعنی این تعارف انعکاس دهنده این روابط اجتماعی بوده. وقتی این روابط اجتماعی عوض بشه تعارف هم عوض میشه، زبانش عوض میشه. شما به نظر من چیزی که میگید این که ما تعارف کنار بذاریم همه چی درست میشه. نه، تعارف یک نمادیه، یک سمبولی از یک نوع روابط. اگر اون تعریف اصلی در مورد تعارف رو به کار بگیریم که مهارت بالایی در زبان میطلبه، به عبارتی زرنگی در زبانه، ما میدونیم که همیشه هم چنین بوده، تو ادبیات هم منعکس شده، کسایی هستن که نمیتونن این درجه از تعارف رو فرا بگیرن، یاد بگیرن، این درجه از مهارت در کاربرد زبان. تو خیلی از داستانا، مثلا داستانای شاید غلام حسین ساعدی به ذهن من میرسه، یه کسی توی این ده هست همیشه که نمیتونه، دست پاچه هست، بلد نیست این کدهای اجتماعی رو، تعارفات رو بلد نیست، و اینا معمولا طرد میشن، در صورتی که نباید طرد بشن. در اون سو کسایی دارید که تعارف ملکشون میشه، اینقدر دقیق و حساب شده صحبت میکنن که اصلا توی این جلد میرن و نمیتونن از این جلد که جلد حفظ ظاهره دیگه بیرون بیان. این از عوارض تعارف نیست؟ نه، این از عوارض تعارف نیست. این از ببینید اونی که ما درباره خیلی چیزا داریم حرف میزنیم، یکی کدهای اجتماعیه. تعارف یک فرمول داره و همه هم یاد میگیرن که این فرمول چیه، سلام، سلامت و همه این چیزا. شما اینو تکرار میکنید و بقید... گفتم تو چیزی مثل نهاد ازدواج تعارف، این که مثلا شما اولین تماس رو با خانواده طرف چجوری بگی، چجوری بگیری، اون چی جواب بده، شما چجوری تفسیر کنید. دارن به این صورت مذاکره میکنن. ببینید همین. وقتی که و این مذاکره رو همه خوب یاد نمیگیرن و اونایی که یاد نمیگیرن یه مقدار همیشه نه غیر از این خب نه برای شما در همه جوامعمونی اینو میتونید بگید، کسانی که طبق قواعد بازی نمیکنن یا ایده هستن که اصلا نمیخوان اون بازی رو بکنن. و به نظر من تغییرات اجتماعی هم به همین صورتی شروع میشه. اگر شما مثلا 30% جامعه رو در نظر بگیرید که اون قواعد بازی رو دیگه قبول نداره، بازی به هم میخوره. یکی از معانیش اینه و تغییرات هم به این صورت ایجاد میشه. بله، یکی از معانیش اینه آقای کاظم‌زاده که اگر نسل جوان مشکل داره با تعارف یا با بخشی از تعارف یا با اشکالی از تعارف، کم کم این رو میفهمونه به نسل پیشین، به جامعه، و این نمودی از این تغییرات شتابان در جامعه خواهد بود. و وقتی این اتفاق بیفته اون وقت اونهایی که مسئله دارن به تعارف میتونن بگن ما حرفمون رو به کرسی نشوندیم، مثلا به فرض روابط ما، روابط دوستانه ما و رفت آمد همون، به جای اینکه با اعضای خانواده در ابعاد گسترده میگم پسر خاله، دختر خاله، بچه پسر خاله، اینها باشه، ما الان رفت آمد میکنیم با دوستامون، شام و بیرون رفتنمون با اینهاست و کم کم این تعارفات رو کنار گذاشتیم که بریم با یک کسی سلام علیک و خوشو بش کنیم، در صورتی که نمیخوایم سرش به تنش باشه. خب این اگه مشکل دارن با این آروم آروم کنار میگذارن دیگه، تغییرات اجتماعی چنینه دیگه. نه، من با این حرفتون موافقم، یعنی حالا درسته من همش مخالف صحبت کردم، خانم میرحسینی موافق، ولی نفهم میکنم ایشون تو همه زمینه ها تعارف و امر مثبتی بدونن، نه من تو همه زمینه ها و به همه شکل هاش. خب پس یه مقدار هر دو طرف کوتاه بیان، بی تعارف البته، یعنی تعارف که نمی کنید. نه، منظورم اینه که بین این پدیدهای اجتماعی اینی که من نظرم این باشه که باید باشه یا نباشه نیست. من اون چیزی که فکر میکنم که در اتفاق میفته اینی که این کدهای اجتماعی ورای فرد از طریق گروه‌های اجتماعی روابط فرد رو با محیطش تنظیم می‌کرد، یه روشی بود برای کنترل فرد. از وقتی که فرد احساس هویت درونیش متفاوت شد با نقشی که باید تو جامعه بازی می‌کرد، از وقتی که فرد به خودش گفت من فقط پدر، برادر، خواهر، دختر، مسلمون نیستم، بلکه سوای اینها که هستم یه موجودی در درون من وجود داره، این موجود باید یک زبانی پیدا بکنه و یک امکاناتی پیدا بکنه برای اینی که در فضای عمومی حضور پیدا بکنه
و بتونه حرف خودشو در ارتباط با تنظیم روابطش هم با گروه های اجتماعی خودش و هم با افراد غریبه تنظیم بکنه. تمام بحث من در حقیقت اینه که این نیاز به روش های جدید به هر حال داره و روش های گذشته نمیتونه به تنهایی کفایت بکنه. ببینید ما الان اگر نگاه بکنیم به همون طبقه متوسط و نوعی که بچه‌ها دارن تربیت میشن کاملا متفاوته با نسل ما. ما وقتی که مهمان میومد میشستیم دست به شیرنی نمیزدیم، مثلا حرفم نمیزدیم. شما الان دو این طبقه متوسط نگاه بکنید میبینید بچه‌ها هیچ کدوم از اینها محدودیت‌ها رو ندارن. هر موقع میان دست میزنن به شیرنی، هر حرفی میخوان بزنن، قاطی میشن و خیلی چیزاش برمیگرده به همون حرفی که شما میزنید، آزادی‌های مدنی، شهروندی و حق داشتن. وقتی که این تغییرات در سطح سیاسی ایجاد شد به تدریج و وقتی آدم‌ها برای خودشون این حق قائل شدن، این تغییرات اتفاق میفته. چیزی که من احساس میکنم ما داریم در ایران میبینیم این که یه جامعه تکلیف مدار بوده داره به یک جامعه حق مدار تبدیل میشه و حق داشتن خیلی الان برای نسل جوان خیلی مهمه، در سیستم سیاسیمون هم همینطور مهمه. این چیزی که گفتید میشه گفت تقریبا معادل همون چیزهاییست که نسبت داده میشه به جوامع گروه باور و جوامع فرد باور. دیگه جوامع گروه باور به شخص میگن تکلیفت مهمه، جوامع فرد باور به شخص میگن حقت مهمه. یعنی در عمل شما هم دارید میپذیرید که آروم آروم داریم میریم سمت جوامعی که فرد باور هستن، و البته منظورتون اینه که این معنی از بین رفتن تعارف نیست، اشکالش متفاوته. بله، ولی در این حال شما میتونید در جامعه گروه باور هم حق فردی رو طلب بکنید. من معتقد نیستم که دموکراتیک شدن فقط در جامعه فردی میتونه اتفاق بیفته. دموکراتیک شدن و حقدار بودن میتونه در یک جامعه و شما که میگید جامعه دموکراتیک و دموکراسی صحبت میکنید، یه اشاره هم به سیاست بزنیم. وقتی شما ادبیات سیاسی رو میخونید، به خصوص خاطرات دولت مردان چه غربی چه شرقی، میبینید که تعارف فوق العاده نقش مهمی داشته در دیپلماسی، در مذاکرات بین دولت‌ها، و اغلب هم مایه سردرگمی شده دیگه، به این دلیل که یک بخش در این مذاکرات سیاسی به خصوص غربی‌ها بیشتر اینها نمی‌فهمیدن منظور از این حرف رو، نمی‌دونم هدف از این حرکت رو، و بعد تعبیر کردن یا گیج شدن، بعدها راجبش نوشتن که ما نفهمیدیم و چنین پیامدی داشت. در حوزه سیاست تعارف کماکان چنین نقش مخربی به نظر میاد داره، نمیشه؟ بله داره، و خیلی از شرق شناسان چون نفهمیدن مثلا گفتن ایرانیان کتمان میکنن یا ریاکاری میکنن، و یه تعبیر دیگه ای هم براش داشتن. اتفاقا هم اگر یادتون باشه در مذاکرات اتمی خب مقالات زیادی هم بود که نمیشه به ایرانیان اعتماد کرد، و از این دیدگاه های شرق شناسانه قدیمی رو با گاهی اوقات پیش می آوردن. منتها دو تا سبک متفاوته. یعنی ما به طور میگیم که اصلا تعارف به نظر من شما خیلی در جامعه در ژاپن میبینید، نوعش فرق میکنه ولی خودش به عنوان یک رفتار اجتماعی اصلا جزء بشه، و این جامعه خیلی مدرنی هم هست، هم سنتی هم مدرنه، هم سنتی هم مدرنه. یعنی مدرن شدن باید به نظر من در درون اون سنت ها اتفاق بیفته. بله. و برای مدرن شدن لازم نیست اون سنت ها رو ما کاملا دور بریزیم. یه تفاوت های فوق العاده اساسی جامعه ژاپن با جامعه ما داره به لحاظ فرهنگی، و حتی میشه گفتش که ما به فرهنگ غربی بسیار نزدیکتریم تا به فرهنگ ژاپن. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید، و همینطور از مهمان های برنامه رضا کاظم‌زاده و زیبا میرحسینی.
در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه رو روی یوتیوب منتشر میکنیم. به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران اون رو ببینید. هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیدار این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافته. البته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی که امیدوارم همچنان بتونید بگیرید منتشر میشه. ضمناً دوستداران پادکست پرگاری امتیاز دارن و اینکه چند دقیقه اضافه گپ خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها رو میتونن بشنون. همین حالا بعد از خاموش شدن دوربین ها. شب و روز بر همه شما خوش.